سلام، خسته نباشین. در مورد اندروید دیتا باینری میخوام صحبت کنیم. این لایبرری گوگل، گوگل خودش نوشته و خیلی من که اومدم اسلایدر رو درست کنم دیتا باینری خیلی نکات ریزی داشت. اگه میخواستم همه نکات رو بیارم تقریبا یک کتاب میشه، ولی خب سعی کردم اونایی که مهمه بیارم. اگه سوالی بود باز بپرسیم، ممکنه به اون نکات بر بخوریم. اگه بپرسیم منم در جوابش میگم اون نکاتی که هست. در مورد خودم، 4 سال اندروید کار میکنم، شرکت پرهاز کار میکنم روی برنامه های پیام رسان. هم تا الان 2 تا برنامه پیام رسان کار کردم. مثالایی هم که میزنم تو این ارائه پیام مربوط به اپلیکیشن های پیام رسان و خیلی هم کافی نوست دارم. خب دیتا باینری چیه؟ دیتا باینری باعث میشه که دادتون و مدلتون رو بتونیم به ویو وصل کنیم و توی XML کد بزنیم، لاجیک بنویسیم. مثلا یه مدلی داریم، یه فیلدی داخلش داره، یه استرینگ میخوام بریزیم تو تکست ویو، همه اینا رو تو XML میتونه انجام بدیم. لازم نیست کد جاوایی بزنیم، فاین ویو باید ادیت کنیم، ست تکست کنیم، همه اینا رو تو XML میتونیم با دیتا باینری انجام بدیم. یو آی میتونیم با دیتا باینری خودکار آپدیت کنیم. مثلا بعضی موقع نیازه که یو آی تون رفرش بشه، مثلا سرور یه اطلاعاتی میده که مثلا فلان قسمت دیتابیس یه تغییری کرد، بدون اینکه نیاز بشه دوباره مثلا یه تکست ویو رو ست تکست کنین، یه ایمیج ویو رو ست ایمیج سورس کنین. میتونیم با دیتا باینینگ به راحتی آپدیت کنیم. لازم نیست سر هر آپدیت یو آی تون رو بزنین که آپدیت شه. البته نیاز داره یه ذره کار اضافی انجام شه برای این آپدیت، برای اینکه آپدیت بشه ویو ها، ولی این قابلیت رو داره. قابلیت بعدیش اینه که فاین ویو بای آیدی رو میتونیم حذف کنیم با استفاده از دیتا باینری. دیگه نیاز نیست فاین ویو بای آیدی استفاده کنیم. البته لایبرری دیگه ای هم هست برای این کار، مثل باتر نایف و روشی که کاتلین داره، ولی دیتا باینری از همهشون بهترین کار انجام میده. مثلا تو باتر نایف شما باید ویو رو تعریف کنید، بالاش انوتیشن بذارید و برای هر ویو باید همچین کاری بکنید، ولی تو دیتا باینری اصلا لازم نیست این کار انجام بشه. تو کاتلین هم شما مثلا آیدی ها رو با آندرلاین تعریف میکنید، آیدی ویو ها رو با آندرلاین میزنید، ولی وقتی تو جاوا استفاده میکنید خب یه ذره نیمینگش فرق داره، نمیشه آندرلاین زد. تو کاتلین وقتی میخواین فاین ویو بار آیدی رو حذف کنید، همون جوری آیدی که میزنید تو ویو ها توی جاوا میاد، یه ذره جالب نیست، کدتون شبیه XML میشه. ولی کاری که دیتا باینری میکنه، شما ویواتون رو با آیدی آندرلاین دار تعریف میکنیم، ولی خود دیتا باینری میاد آندرلاین ها رو حذف میکنه، کمل کیس میکنه آیدی ها رو. این کار رو براتون میکنه. ولی چرا بعد از دیتا باینری استفاده کنیم؟ نکته اولی که داره کد تمیزتر میشه، خیلی ساده‌تر میشه، خواناتر میشه. در نتیجه همین که فاین ویو بای آیدی رو حذف کنیم خودش خیلی کد تمیزتر میتونه بکنه. همین که آپدیت یو آی رو حذف میکنه خودش خیلی تمیزتر میکنه کدمون رو، خوانه‌تر میشه. مزیت دومی که داره پرفورمنس رو میاره پایین، پرفورمنس رو پایین نمیاره برای استفادهش. میشه گفت هیچ پرفورمنسی 1% هم پرفورمنس رو پایین نمیاره. البته بازم بستگی داره به لاجیکی شما در قبال موقعی که دیتا باینری استفاده نمی کنیم مقایسهش باید بکنیم، ولی در حد 0% واقعا کاهش پرفورمنسی داره. چون لاجیکی که شما توی XML میزنید تبدیل به کد جاوا میشه، یعنی هیچ چیزی تو XML اتفاق نمیفته. هر چقدر شما توی XML کد بزنید همش تبدیل میشه به کد جاوا. خوبیه
دیگه ای که داره نال پوینت اکسپشن ها خیلی کمتر میشن اینجوری، مثل یه جوری شبیه تایپ سیفتی کارتلینه. مثلا اگر شما یوزر دات نیم رو کال کنین، یه مثلا یه مدل یوزر داشته باشین یه فیلد نیم، اگه توی جاوا بزنین یوزر دات نیم، اگه یوزر نال باشه نال پوینت اکسپشن نمیده، دیفالت ولیو رو به جاش برمیگردونه. مثلا اگر آبجکت باشه نال برمیگردونه، اگر اینت باشه صفر برمیگردونه. اینجوری باعث میشه نال پوینت اکسپشن هاتون خیلی کمتر بشه. ولی چه نکته ضعفی داره دیتا باینینگ؟ اول اینکه موقعی که داریم کد میزنیم، مثل جاوا که داریم کد میزنیم مثلا خطا میگیره، وارنینگ میده، اینا رو نداره، نمیگه که مثلا اینجا سینتکسی مشکل داره و باید کامپایل کنیم حتما کد رو تا ببینیم که مشکل چیه. نحوه ارور دادنش هم یه ذره نمیشه دقیقاً راحت فهمید که مشکل چیه، یکی از ضعف‌هاش. و نکته ضعف بعدش اینه که آیدی خیلی خوب ساپورتش نمیکنه. یه نکته بعدی دیگه که داره اینه که اندروید استودیو 2.3 خیلی بهتر داشت ساپورت میکرد دیتا باینینگ. یه روال پسورد یعنی دارم میرم به سمت عقب این آیدی ساپورتش. قبلا همه جا داشتیم کد کامپیلیشن داشت، میپرید از کد جاوا به XML، از XML به جاوا. الان خیلی موقع این کار نمیکنه، ولی خب 100% مواقع نیست. یه وقت داری کار میکنی، یه جاش دیگه از یه جایی به بعد دیگه کار نمیکنه. ضعف بعدی که داره بازم آیدی ساپورت ضعیفه. ضعف بعدش بازم من. بعد چطور استارت کنیم کار با دیتا بایندینگ؟ و اولین کاری که باید بکنیم این که build.gradle رو تغییر بدیم. build.gradle ماژولمون، همون اپمون. تغییر که باید بدیم اینه که تو قسمت اندروید تو build.gradle بنویسیم data binding enabled بشه true. این باید میشه data binding enabled. لازم نداره dependency add کنیم تو dependency یا خودش add بشه. کار دیگه ای که باید بکنیم بریم سراغ لایوتام. یه نکته ای بگم، شاید مثلا شما یه اپی داریم که تا حالا توش دیتا باینینگ استفاده نکرده، میتونیم هر لایوتی که دلتون میخواد توش دیتا باینینگ استفاده کنید. نه همه لایوت ها لازم نیست همش دیتا باینینگ داشته باشه. فرض کنید یه لایوتی داریم، یه همچین لایوتی، یه فریم لایوتی توش یه تکست ویو، یه لایوت خیلی ساده است. برای اینکه دیتا باینینگ توش اینیبل بشه، فعال بشه، کل تگاتون و کل ویوتون رو داخل تگ لیوت قرار میدید. همین کافیه که دیتا باینینگ اینیبل بشه تو همین ویو. ویوتون که وقتی داخل تگ لیوت قرار میدیم، دیتا باینینگ وقتی یه بیلد میگیریم، برای اولین بار یه بیلد باید بگیریم، وقتی بیلد میگیریم دیتا باینینگ خودش یه کلاس جاوایی جنریت میکنه از XMLشون و بعد از اون دیگه لازم نیست بیل بگیرید. تغییراتی که شما میدین در لحظه به اون کلاس اعمال میشه. مثلا اگه آیدی تعریف کنین، اونور میتونین پیداش کنین. مثلا میخواین فاین بیو آی دی نکنید، در لحظه تغییر میکنه. یکی از خوبیاش هم همین. بعد گفتیم که دیتا رو میتونیم به ویو بایند کنیم از طریق دیتا بایند. چطوری این کارو میتونیم بکنیم؟ ما توی دیتا بایند میتونیم متغیر تعریف کنیم. همینطوری که می‌بینید توی تگ دیتا وریبل تعریف کردم، یه وریبل تعریف کردم به اسم یوزر. توی XML هم میتونم ازش استفاده کنم. نیمش یوزره و تایپش هم تو قسمت تایپ نوشتم که اشاره کردم به کلاس یوزر. حالا میتونم توی XML هم ازش استفاده کنم، فیلداش رو صدا بزنم، متدش رو صدا بزنم. مثلا توی تکست ویو من الان user.name و کال کرده user.name و فیلد نیم از مدل یوزر میذاره داخل تکست ویو. user.name یوزر از نوع استرینگ بس قرار میگیره توی تکست. نکته ای که شاید توجه کرده باشین، ادساین کد دیتا باینینگ با ادساین آکولات شروع میشه. ادساین آکولات باز و بسته. کد دیتا باینینگ داخل ادساین آکولات باز و بسته قرار میگیره. اگه بخواییم دیتا باینینگ کد بزنیم، باید داخل
اکسوین و آپارات باز بسته باشه. این سکیم تکس دیتا باینینگ. مرحله بعدی که بعد انجام بدیم اینه که لیوتی که زدیم اینفلیت کنیم. دیگه نمیتونیم به طریق قبل اینفلیت کنیم اینا. یه اکتیویتی برفرض داریم که set content view توش کار کردیم تو انکوریتش که لیوتمون رو نمایش بدیم توی اکتیویتی. برای اینکه دیتا باینینگ استفاده کنیم set content view رو حذف میکنیم. به جای set content view data binding util دا set content view رو کار میکنه. علاوه بر این که set content view میکنه یعنی لایوت رو inflate میکنه و داخل activity قرار میده، یا آیتم binding به همون میده. این آیتم binding همون کلاس generate شده توسط data binding. متد set content view دو تا پارامتر میگیره، یکی که دیست دادم اشاره به همون activityه و اسم در واقع اشاره کردم به پارامتر دوم لایوت. هم اکتیویتی و هم لایوت رو دادم که هم set content view کنه هم آیتم بایندینگ رو ریتن کنه. خب این کلاس بایندینگ برامون جنریت شده. اگه دقت کنید تهش اسم بایندینگ تمام کلاس جنریت شده توسط دیتا بایندینگ آخرش بایندینگ داره. اسمش هم از روی دقت کنید شبیه اما اسم لایوتمون اکتیویتی مین، اکتیویتی آندرلاین مین اسم لایوتمونه. دیتا بایندینگ برام داره اسمشو آندرلاینش حذف میکنه، کمل فیسش میکنه، تاش یه بایندینگ میندازه، اسم کلاسی که جنریت میکنه میشه. توی XML‌مون یه یوزر تعریف کردیم. اگه دقت کرده باشین من برمیگردم. یه وریبل یوزر تعریف کردیم اینجا. حالا بعد تو جاوا میخوایم ستش کنیم اینا. بعد بریم به XML‌مون که روش کار کنیم. البته در واقع XML نیست، همون جاوا است. به کلاس جنریت شده همون بدیم. میتونیم اینجوری بایندینگ دات ست یوزر یوزر رو بهش بدیم. اسم متغیر هر تیکه باشه یه ستر براش ایجاد میشه. اگه اسم متغیر یوزره یه متد ست یوزر توی این کلاس جنریت شده ایجاد میشه. اینطوری میتونیم ست کنیم. و یه تکست ویو داشتیم که آیدیش تکست آندرلاین نیم بود. بازم اینجا آیدیا رو برداشته کمل کیس کرده و یه ویو ایجاد کرده برامون. همون تکست ویو است و میتونیم ازش استفاده کنیم. نیاز نیست دیگه فایل ویو با آیدی بنویسیم. نکته خوبی که داره تایپ سیفه این ویوی که داریم ازش میگیریم. یه تکست ویو در واقع دیگه نیازی نیست که کست کنیم ما هر ویو رو. آبجکتش از نوع تکست ویو. در مورد اینفلیشن یه صحبتی کردیم، گفتیم که set content view رو کال میکنیم که اینفلیت انجام بشه. حالا بذاریم بحث باستر میخوام بکنم که چطوری باید اینفلیت کنیم. ممکنه تو فرگمنت تو هر ویوی بخوایم اینفلیت کنیم. data binding util.set content view رو که دیدیم برای اکتیویتی دو تا پارامتر میگیره، خود اکتیویتی و لیوتی که میخوایم برامون اینفلیت کنیم. برای اکتیویتی استفاده میشه نحوه دومی، یعنی کار دومی که میتونیم بکنیم یا اینه که از خود کلاس جنریت شده استفاده کنیم. لیست آیتم بایندینگ خود کلاس جنریت شده است. یه متد استاتیک داخلش داره که اینا همش جنریت شده برام. میتونیم یعنی کلاس جنریت شده متد اینفلیت داخلش رو کار کنیم. یه آیتم اینفلیتر میگیره، یه پرنت و اتش پرنت. دقیقا شبیه حالتی که فرگمنت ها رو ما اینفلیت میکنیم. و بازم این متد اینفلیت آیتم بایندینگ رو به همون میده. میتونیم هر کاری که دلمون بخوادش بکنیم. این تو هر لیوتی کاربرد داره. توی فرگمنت میتونیم استفاده کنیم، تو کاستوم ویو ها، تو هر لیوتی که یه دیالوگی وسط کار میخوایم اینفلیت کنیم، تو هر لیوتی کاربرد. روش دیگه ای که میشه این کارو کرد متد باینده. متد بایند هم باز داخل کلاس اینفلیت شده هست. برای ویو هایی که از قبل داریم، از قبل اینفلیت شده، این استفاده داره. شاید یه ویو رو از قبل اینفلیت کردیم، میخواین بایندینگش رو به دست بیاریم.
لازم نیست ویو رو دوباره اینفلیت کنید. ویو رو میدین بایندینگ رو این میتود بهتون برای ویوی که اینفلیت شده است. در مورد پایه های کار تو XML و کد زدن تو XML میخوام صحبت کنیم که چجوری میتونیم تو XML کد بزنیم. یه شباهت هایی بین جاوا و XML نحوه کد زدن توی دیتا بایندینگ تو XML هست. میخوام اینا رو با هم مقایسه کنیم ببینیم چه شباهت هایی داره. توی جاوا یه پکیج نیم تعریف میکنیم بالای کلاس، ایمپورت همون رو انجام میدیم، اون مدلی که دیدیم مثلا ویو رو الان ایمپورت کردیم. توی XML لایوت تگ لایوت داریم، داخل تگ لایوت داخل تگ دیتا ایمپورت رو می‌نویسیم. این خیلی شباهت داره به کاری که توی جاوا داریم انجام. توی جاوا ممکنه یه وریبل بخوایم تعریف کنیم، یه وریبل از نوع یوزر تعریف کردیم. توی دیتا بایندینگ اینجوری تعریفش می‌کنیم، تگ وریبل نیمش که یوزره و تایپش که پکیج نیم و اسم کلاس. خیلی شبیه به همان دو تا از این لحاظ. و بقیه کدمون که داخل جاوا مثلا یا اون کریت مثلا اکتیویتی تعریف می‌کنیم، اینجا بقیه کدمون رو می‌نویسیم. می‌خوایم در ادامه کد بزنیم که ببینیم چه جوری دیتا بایندینگ باهاش می‌تونیم کار کنیم. یه چالشی که من می‌خوام مطرح کنم اینه که یه صفحه پروفایل شبیه صفحه پروفایل تلگرام که لیوت بی سی دی هم هست. یه جوری از یه طرف ممکنه هر کدوم از این داده مثلا یه اسم گروه باید ست کنیم، اسم یوزر رو، تعداد ممبرها رو، توضیحی که در مورد گروه داده، شیرد مدیا، تعداد مدیاهایی که شیر شده و نوتیفیکیشن آن و آف هست. این دیتا رو باید از یه جایی بخونیم ست کنیم تو. و همه اینا ممکنه در لحظه تغییر داده بشه، یعنی سرور بگه که مثلا اسم گروه تغییر کرد، تعداد یوزرهاش تغییر کرد، اینا در لحظه ممکنه تغییر کنن و ما خیلی موقع دوست نداریم که بک بزنیم برگردیم و آپدیت رو ببینیم. ما در لحظه ویومون آپدیت شد. میخوایم با دیتا بایندینگ همچین کاری بکنیم. من برم رو کد. این لایوت XML مون است. یه ویوی من زدم شبیه همون ویوی که تو عکس نشونتون دادم، ویوی پروفایل یه کاربری مثلا با تگ لایوت. یه سری کارا کردم، کلش رو داخل تگ لایوت قرار دادم که دیتا بایندینگ اینیبل بشه. توی build.gradle دیتا بایندینگ رو اینیبل کردم و یه سری کارا توی main activity setContentView دیتا بایندینگ util.setContentView رو هم کار کردم. object binding رو به هم میده، اینجا این رو نوشتم. یه کلاس یوزر دارم که همون دیتا مدل هم دیتا ها رو توش دارم. یه نیم داره یوزر که از نوع استرینگ، یوزر کانت داره تعداد کاربری مثلا داخل یک گروه، URL عکس گروه، مثلا توضیحات گروه، دیسکریپشن، نوتیفیکیشنز که هم آن و آف بودن نوتیفیکیشن هاست و شیرد مدیا، اون مدیا هایی که بذاریم رو عکس هم نشونتون بدم. و این نیم گروه، تعداد کاربر، یوزر کانت، دیسکریپشنش که اینجا توضیحات گروه، نوتیفیکیشنز که همین آن آف بودنشه و شیرد مدیا از نوع اینت که نشون می شود مدیا شیر شده توی این گروه. این دیتا مدلمونه و خب می خواهیم این دیتا مدل رو وصل کنیم به لیوتمون که لیوت اکتیویتی هست. میام اول یه وریبل از نوع یوزر میخوام تعریف کنم. وریبل و ایمپورتر رو داخل تگ دیتا قرار میدم.
شو یعنی کد کامپلیشن داره ولی خب یه جایی باگ میخوره دیگه کار نمیکنه. میخوام از این آبجکت یوزر رو تعریف کردم، میخوام ازش استفاده کنم. مثلا جای نیم پروفایل رو میخوام ست کنم. تکست ویو دارم که تکستش رو یوزر دات نیم قرار میدم که نیم یوزر بشینه اینش. اکثرا این آکولت باز بسته استفاده میکنم چون میخوام کد دیتا بایندینگ بزنم. یوزر دات نیم یوزر.نیم رو ست کردم و باید برم تو اکتیویتی حالا یوزر رو ست کنم، یوزر دیتا رو بهش بدم. پایینینگ دات ست یوزر رو کار میکنم. یه یوزری از قبل تعریف کردم به صورت استاتیک از اون استفاده میکنم. یه یوزر استاتیک نیم و یوزر کانت و همه چی رو ایمیج یو آر ال و دیسکریپشن رو همش رو بهش دادم. اینجوری یوزر ست میشه و تو XML میتونم ازش استفاده کنم. یه رام میگیرم من ازش. حالا این رانه ممکنه یه ذره طول بکشه، اگه سوالی داریم تو این وسط میتونیم بپرسیم. دوستان ادامه بدیم. یه اروری داد اینجا، من عمدن گذاشتم یه کار اشتباهی کردم که یه اروری بده ببینیم اروری دیتا بایندینگ هم چجوریه. مدلش اینجوریه، اول میرسه دیتا بایندینگ ارور، بعدش مسیجی که نوشته نوشته could not find accessor، دسترسی به فیلد نیم نداره، نمیتونه دسترسی داشته باشه به خاطر اینکه فیلد نیم ما اینجا از نوع پرایویت تعریف کردیم. خب چون پرایویت طبیعی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. من میخوام فیلد نیم هم پرایویت باشه. خب دارم یه گتر تعریف میکنم براش و دیگه لازم نیست کاری بکنم توی XML. خود دیتا بایندینگ وقتی میزنم یوزر دات نیم میدونه که اگه گتری باشه گتر رو کار میکنه و اگه مثلا گترمون از نوع استاندارد باشه، مثلا نیم گت نیم باشه، خودش پیدا میکنه و کالش میکنه. الان دیگه اروری نمیده اگه این کار رانه دیگه میگیرم ولی کدم رو ادامه میدم، کد زدنم که معطل نشین. بذار ران بشه من هم کدم بسن. خب من میام سراغ دیسکریپشن هم میخوام ست کنم. تکس دیسکریپشن هم ست میکنم، یوزر دات دیسکریپشن هم یه تکس ویو ست میکنم. خب میرم سراغ شیرد مدیا. یه عددی باید جلوی شیرد مدیا نشون بدم که چند تا مدیا تو این گروه شیر شده و تکستش رو میخوام ست کنم. بازم ادساین اپلود باز بسته یوزر دات یوزر کانت. تو یه مشکلی که هست یوزر کانت اینته. ما تو جاوا هم اگه بخوایم تکست ویو دات ست تکست رو کار کنیم، اگه بخوایم این تو داخل ست تکست قرار بدیم قبول میکنه ولی دنبال یه ریسورس میگرده، نه اینکه تکست رو اونجا قرار بدیم. همین مشکل تو XML هم هست. بخوایم این تو قرار بدیم داخل تکست میره دنبال اون ست تکست و میگه که ریسورس نخواست. ما باید مثلا هم راه حلی که تو جاوا داریم یا باید یه استرینگ جمع بزنیم یا استرینگ دات ولیو آف رو کار کنیم، یه کاری کنیم که به استرینگ تبدیل بشه. من اینجا با یه استرینگی میخوام جمع بزنم. میام
آپل دابل کوت بذارم، منتها چون دابل کوت کیورد آخرشه فکر می‌کنم که تمام میشه اکسپریشن اون کدمون اینجا تمام میشه. بخاطر همون از این دابل کوت های دو رو تک کوت قرار میدم، داخلی ها رو دابل کوت قرار میدم، اینجوری کار میکنم. اگه بخوام استرینگ بنویسم داخل دیتا بایندینگ اینجوری دابل کوت قرار میدم، ولی بیرونی ها رو باید تک کوت قرار میدم، اینجوری استرینگ میشه. برم سراغ بقیه اسلاید هم. یه سری از مفاهیم پایش رو دیدیم، اینکه مثلا چجوری میتونیم شروع کنیم لاجیک بنویسیم و اینا داخل دیتا بایندینگ. حالا میخواییم اپراتورهایی که میتونیم داخل کد XML استفاده کنیم یا کیورده ای که هست میتونیم ازش استفاده کنیم و معرف کنیم چه اپراتورهایی و کیورده ای رو ساپورت میکنه دیتا بایندینگ. مثلا چیزایی دیگه، عمل ریاضی، جمع و تفریق و تقسیم و ضرب و اینا، جمع استرینگ ها که هم با مثل جاوا با جمع با پلاس انجام میشه، کدای منطقی اند و اور، کوچکتر و بزرگتر مساوی، مقایسه ای، کلمه اینستنس ها میتونیم استفاده کنیم مثل جاوا، کلمه کلیدی نال مثلا میتونیم نال رو قرار بدیم داخل یه اتریبیوتی مثل میتودایی که نال بهشون میگیم استفاده میکنیم، کسب کردن میتونیم کسب کنیم به آبجکت ها، میتونیم متد کال کنیم داخل XML هر متدی، میتونیم دسترسی داشته باشیم با آرایه ها با براکت مثل بازم مثل جاوا و ایندکس رو داخل براکت قرار بدیم اون ایندکس رو به همون بده. اپراتور ترناری اپراتور همون یه بولیانی مینویسیم، علامت سوال، عبارت اول دو نقطه، عبارت دوم که اگه صحیح بود عبارت اول اعمال میشه، اگه غلط بود عبارت دوم. این اپراتور هم میتونیم استفاده کنیم و الیس اپراتور که دو تا علامت سواله که اگه که تو خیلی از زبانه بهش میگن الیس اپراتور، حالا گوگل یه اسم دیگه ای بهش میگه ولی چون تلفظ سخت من همین الیس اپراتور رو ترجیح دادم بهش، که دو تا عبارت، عبارت اول اگر نال بود میره سراغ عبارت دوم، اگر عبارت اول درست بود همون عبارت اول رو برام میاد که بهش میگن سوپر. و از لامدا و متد رفرنس ها میتونیم استفاده کنیم، خودمون رو زار مختصرتر و طرفه‌تر. یه سری مثال آوردم براتون اینجا، متد تو اولی متد استرینگ دات ولیو رو کار کردم، یه اینتیجر رو تبدیل به استرینگ کردم داخل تکس قرار دادم، تو دومی باز همون ترنالی اپراتوره که اگه ایج کوچکتر از 13 بود قسمت اول استفاده میشه، یعنی ویو گام میشه، اگه بزرگتر از 13 بود یا مساوی 13 بود ویزیبل میشه. مثال سومی همون مثالی که بهتون نشون دادم، استرینگ کاتنیشن جمع میکنی با استرینگ یا این تو با یا استرینگ جمع کرده. بعدی الیس اپراتوره که عبارت اول اگر نال نباشه همون عبارت اول قرار میگیره، اگر عبارت اول نال باشه عبارت دوم. و آخری دسترسی به آرایه است، آیتم های آرایه است که ایندکس رو داخل براکت قرار میدی و آیتم لیست رو بهت میده. و چه اپراتوری نیستن توی دیتا بایندینگ و نمیتونیم ازش استفاده کنیم، عبارت دی، سوپر، نیو و استفاده از جنریک ها به صورت اکسپلیسیت، یعنی مثلا همین که داخل کوچکتر بزرگتر می نویسیم مثلا لیست استرینگ، اینو نمیتونیم ما توی دیتا بایندینگ استفاده. میتونیم از متد جنریک استفاده کنیم ولی اینکه اشاره کنیم داخل کوچکتر بزرگتر که این مثلا لیست نو اچ تی است، نمیتونیم.